جناب استاد هاشمی شما حرف از سلامت خانواده و سلامت جامعه زدید این سلامت خانواده یا خانواده سالم چه نسبت با جامعه سالم برقرار میکنه آیا مم ممکن هست که ما یه جامعه داشته باشیم که خانواده ها روش نیافته باشند از نظر چه معیارهای سواد چه معیارهای فرهنگی چه معیارهای بهداشتی و دیگه معیارهای رشد که در نظر بگیریم خانواده ها مشکلات زیادی داشته باشند ولی ما توقع داشته باشیم که جامعه سالم داشته باشیم چنین چیز شدنی هست ببینید خانواده سالم مساوی با جامعه سالم هست درست خانواده ناسالم و بیمار و نامتعادل مساوی با جامعه بیمار هست درست در واقع سلامت و عدم سلامت خانواده مستقیما بر روی جامعه تاثیر میگذارد چرا به این دلیل به این دلیل بله. که عرض شد که خانواده اولین و کوچکترین نهاد تشکیل دهنده جامعه است بل. جامعه چند میلیونی وقتی از خانواده های کوچک تشکیل میشه مفهوم و معنایش اینه که اگر خانواده ها سالم باشن جامعه سالم خواهد بود درست. و اگر خانواده ها خدای نخواسته ناسالم باشه خب قطعا بر روی ا... خانواده بر روی جامعه تأثیر میگذاره و اون عدم سلامت بر جامعه سرایت میکنه درست. از این لحاظ هم باز خانواده اهمیت و جایگاه ویژه ای داره بسیار ما از میبینیم که توجه به خانواده یعنی توجه به انسان یعنی توجه به فرد یعنی توجه به جامعه ده. چون افراد در درون خانواده ها تربیت میشن وقتی که در درون خانواده ها تربیت شدن اینها بعدا راهی جامعه میشن در جامعه جامعه مسئولیت میگیره بعضی ها معلم میشن بعضی ها مدیر میشن بعضی ها وزیر میشن بعضی ها وکیل پارلمان میشه اینه که سلامت این خانواده که انسان های سالم و افراد سالم را تربیت کردن مستقیما بر روی سلامت جامعه تاثیر میگذاره یا عدم سلامتیش اگر یک خانواده خانواده ناسالم و خانواده متزلزل باشد و افراد در اون خانواده به اون تربیت صحیح نرسند قطعا وقتی که وارد جامعه میشند بر عدم سلامت جامعه از نظر روانی از نظر اخلاقی از نظر سیاسی از نظر اجتماعی و اقتصادی اثرگذار خواهد بود رابطه معکوس هم میشه فرض کرد چون ما مثلا در کشور ما در افغانستان در یک جای زندگی میکنیم که بیش از چهل سال است که با جنگ و با خانمانسوزی و با آوارگی و بالاخره با پسرفت مواجه هستیم یعنی ما مثلا مثلا بنده و شما از نسلی هستیم که در همه بستر جنگ تقریبا به دنیا آمدیم در یک وضعیت به دنیا آمدیم که کشور یا در شروع جنگ بود یا بالاخره جنگ شروع شده بود مثلا از سال 57 به این طرف وضعیت افغانستان وضعیت ثباتی نداشته همیشه بالاخره درگیری و جنگ و اینها بوده خب در همین جنگ و درگیری میبینیم خانواده هم عقب مانده آیا ای ای خب ای این هم این تاثیر کرد؟ متقابل وجود داره ببینید خانواده در واقع در یک بستری رشد میکنه درست بستر خانواده باز جامعه است بله یعنی جامعه رابطه خانواده. دو طرفه. بله خانواده بله. در درون جامعه رشد میکنه ببینین از این طرف البته پایه در اینجا چیست خانواده, خانواده است خانواده پایه خانواده است درسته که عوامل دیگری بر خود جامعه تاثیر داره نسبت به جنگ ما میگیم که تنها عوامل درونی نیست درست. عوامل خارجی هم هست اما قسمی که ما امروز میبینیم مختلف که به اصطلاح استکبار برد جهانی یا از این طرف اون طرف کشورهای دیگر یک کشور را به جنگ میکشانه او جایی بس در نیست منتها در اصلش اینه که تأثیر از این طرف هست. وقتی که در یک خانوادی یک انسان جنگ طلب یک انسان قدرت طلب یک انسان جنگ افروز کلان و تربیت میشه میره ایره را در درون جامعه سرایت میته ولی آه. اگر در داخل خانواده انسانهای مت، متمدن انسانهای متدین انسانهای صالح انسانهای وارسته انسانهای تحصیل کرده انسانهای معتدل بله. انسان های معتدل فرمایش شما انسان های نرم خو تربیت شوه خب همین انسان ها فردا مسئولیت در جامعه میگیره رهبر سیاسی همین ها میشن رهبر مذهبی همین ها میشن رهبر گردانندگان اقتصادی همین ها میشن همین ها میشن مدیران جامعه و جامعه را به هر شکلی که بیچرخانه همیز